جا نبود محبتی ز شهر سعدی و حافظ، ودا کردم خدا حافظ. با همه عشق و دلدادگی رفتم ز شهرم دوبارگی. ایران ای کشور عزیز، ایران تو ای خاک بی نظیر، ایران ای مادر زمین، ایران ببین چه تو شدم اسیر. کبوتران صلح و صفا پر بکشند به لونه ها، گلهای رنگین پرچم ایران سبز و سرخ و سفید غنچه زنند به یک امید. شبکه خبر با پریسا از ساعت 5 بعد از ظهر از اسرائیل پارس تیوی. هر ناکس و پاچلیس مهتر شده، شیخی ز مقام و شأن انسان میگفت، لیکن ز همه جهات بدتر شده. دیروز به دنبال کرامت بودن، امروز چنین شقی و بربر شدن. یعنی دنبال عدالت رفتم، با من تو بگو کجا برابر شدم. هر آینه دنبال عدالت رفتم. درود بر شما بینندگان و شنوندگان محترم رسانه پارس اسرائیل. پریسا هستم، با شما خواهم بود تا مهمترین خبرها و رویدادهای ایران، اسرائیل و جهان رو به سمع و نظر شما یاران برسونم. امروز سه‌شنبه 27 آبان ماه 1399 خورشیدی تازی برابر با 17 نوامبر 2020 میلادی و الف به کیسلو به تاریخ ابریست. در ضمن امروز اول ماه ابری یا روش خودش هم محسوب میشه. قبل از اینکه خبرها رو آغاز کنیم، دوستان خوبم لازم یادآوری کنم همچنان برنامه های ما رو میتونید از طریق محفره های جی بی روکو تیوی باکس مشاهده کنید. برنامه های ما از طریق محفره های جی ال ویز هم پخش میشه. همچنین میتونید اپلیکیشن های پارسا تیوی و سرچشمه تیوی رو در گوگل جستجو کنید و از اون طریق هم همه تلویزیون ها رو در کنار تلویزیون پارس اسرائیل ببینید و دنبال کنید. همچنین وبسایت ما www.pars-israel.com در خدمت شما عزیزان و یارانه و همچنین دیوار فیسبوکی من پریسا دانیل بلاتین، کامران آویو یا اسرائیل پارس تیوی در خدمت شما نازنینان
تمنا دارم دوستانی که همکنون در فیسبوک با ما همراه هستید برنامه رو تا میتونید اشتراک گذاری کنید تا دیگر دوستان هم به ما بپیوندند و بتونیم در سطح وسیع‌تری آگاهی رسانی کنیم، خصوصا اگه طرفدار میهن پرستان هستید در همه جای دنیا و خودتون یک میهن پرست ایرانی هستید، میبایست حتما این کار رو انجام بدید. ضمن این که در یوتیوب اسرائیل پارس تیوی که این روزها دوباره فعال شده، برنامه های خبری ما دانلود میشه و قرار میگیره اونجا. تمنا دارم یوتیوب ما هم به دوستانتون معرفی کنید، همچنین تلگرام اسرائیل پارس تیوی و سابسکرایب یادتون نره و برای دوستانتون هم بفرستید. خب میپردازیم به دمای هوا در اسرائیل. قبل از هر چیز در تل آویو 15 تا 23 درجه، در اورشلیم 11 تا 19 درجه و در بندر خیفا 16 تا 21 درجه پیش بینی شده. آمار مبتلایان به بیماری کووید 19 در اسرائیل به 8030 نفر رسید که نسبت به دیروز افزایش پیدا کرده و 534 نفر در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی بستری هستند و 313 نفر در شرایط سخت و بحرانی به سر می‌برند و 135 نفر با کمک دستگاه‌های تنفسی قادر به ادامه حیات هستند و تا امروز 2735 نفر بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 درگذشتند. از امروز شهر توریستی ایلات و یام هملخ بازگشایی شد و البته به شرط اینکه در دروازه ورودی آزمایش تست کرونا بدهید و اگر مبتلا نباشید میتونید وارد شده و از تعطیلات لذت ببرید. بله بسیار زیباست. دوستانی که امکانش رو دارن و میتونن به اسرائیل سفر کنن، پیشنهاد میکنم حتما این شهرهای زیبا و توریستی اسرائیل رو از دست ندیم. و امروز شوربختانه در یک کارگاه برش آهن در اشدود به علت انفجار بالون گاز، حادثه مرگبار اتفاق افتاد. دو کارگر 40 ساله که مشغول کار بودند بر اثر این انفجار جان باختند و یک نفر هم مجروح شد. امروز ارتش اسرائیل اعلام کرده که در جنوب رمت گولان در مرز سوریه و اسرائیل توسط نیروهای نیابتی وابسته به جمهوری اسلامی مینگذاری کردند. 3 ماه پیش هم در ماه آگست مشابه این رویداد در همین منطقه رخ داد که طی اون ارتش اسرائیل 4 نفر از نیروهای تروریستی که در حال بمبگذاری بودند رو به هلاکت رسوند. ارتش اسرائیل معتقده که دولت سوریه مسبب این سهل‌انگاریست، مسئول این سهل‌انگاریست و این مین‌ها در خاک اسرائیل کار گذاشته شدن که میتونستن فاجعه به بار بیارن و جان خیلی از هموطنان ما رو به خطر بندازن. و امروز دادگاه برشوا یک شهروند اسرائیلی به نام میخائیل پرتس رو محاکمه کرده. او چندی پیش اعلام برشکستگی کرده در حالی که مشخص شده به نیروهای حماس و غزه لوله های آهنی رو میفروخته و اونها هم این اجناس رو در راه ساخت اسلحه و ادوات نظامی استفاده می کردن. این شهروند اسرائیلی کاملا می دانسته که این لوله ها در کجا و برای چی استفاده خواهند شد. او امروز بر اساس حکم قضایی به 7 سال زندان و 200,000 شکل جریمه نقدی محکوم شده. بله وای از خائنین، خائنین به کشور، خائنین به وطن، خصوصا کسانی که با نیروهای بد
همپیمان میشن قابل بخشش نیستن. به عقیده من 7 سالم زمان بسیار بسیار کمیه که به این شخص داده شده. و اعتراض شدید یهودیان به کریستیان امانپور در سی ان ان که دیروز در خبرها گفتم که شبکه سی ان ان این مجری کریستیان امانپور که همه ما میشناسیمش تو بغل اصلاح طلبان و خاتمی و روحانی و اینا بوده، از تریبون رسمی حزب دموکرات به شمار میاد و 82 سالگرد شب شیشه های شکسته که حزب نازی به خانه ها و مغازه یهودیان حمله ور شده تا روس ها خیابان ها پر از شیشه شکسته بود، مقدمه اخراج گسترده اونها به اردوگاه های مرگ و هولوکاست شد که با رئیس جمهوری پرزیدنت ترامپ معادل سازی کرده و این باعث جنجال بسیاری شد. و دنی دیان سرکنسول پیشین اسرائیل در نیویورک در یک پیام توییتری مقایسه میان دوران نازی‌ها و دوره ریاست جمهوری ترامپ رو احمقانه خوانده و نوشته که این مقایسه باید اخراج فوری کریستیان امانپور رو در پی داشته باشه. و عمر یانکلوویچ وزیر امور یهودیان در کشورهای خارجی در نامه‌ای به مدیر شبکه سی ان ان گفته بود که نسل‌کشی یهودیان و هولوکاست هیچ ربطی به دونالد ترامپ نداره و این غیر قابل قبوله که این دو رو با هم مقایسه کنن و این شخص و این شبکه سی ان ان باید فوراً عذرخواهی کنن. و در ادامه کریستیان امانپول امروز عذرخواهی کرده، او گفته که متاسفم که واقعی تلخ هولوکاست رو یادآوری کرده و ترامپ رو با هیتلر مقایسه کردم، میدارم که کارم اشتباه بوده و این صحبت خیلی ها رو رنجانده. رسما عذرخواهی کرده و گفته که منظورش این بوده که از اهمیت دموکراسی توضیح بده و بگه که دموکراسی باید رعایت آخه این دموکراسیه؟ این دموکراسیه که این همه تقلب کردین در انتخابات، هر کاری کردید که دونالد ترامپ رو از منصب ریاست جمهوری پایین بکشید، واقعا این دموکراسیه کریستیان امانپور؟ A comment on my program at the end of last week. I observed the 82nd anniversary of Kristallnacht, as I often do. It is the event that began the horrors of the Holocaust. I also noted President Trump's attacks on history, facts, knowledge, and truth. I shouldn't have juxtaposed the two thoughts. Hitler and his evil stand alone, of course, in history. I regret any pain my statement may have caused. My point was to say how democracy can potentially slip away and how we must always zealously guard our democratic values. بله آقا، چرا عاقل کند کاری که باز دارد پشیمانی؟ کریستیان امانپور چرا این صحبت ها رو مطرح کردی و این مقایسه احمقانه که منجر به بی‌آبرویی بشه و این بی‌آبرویی همچنان ادامه داره؟ ولی نقطه مثبتش اینه که نشون داد سی ان ان واقعا حساب میبره از یهودیان قدرتمند آمریکا و یهودیان قدرتمند آمریکا هم به این باورن که سی ان ان با این کارش خواسته که نشون بده که مخالف یهود ستیزیه، مخالف این رفتارهاست. و خب به هر حال این قضیه به خوبی و خوشی تمام شد با عذرخواهی کریستیان امانپور. و نیویورک تایمز چنین منتشر کرده که ترامپ امکان حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران را مورد بررسی قرار داده. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از 4 مقام کنونی و سابق ایالات متحده گزارش داده که دونالد ترامپ روز پنجشنبه 22 آبان طی نشستی در کاخ سفید از مشاوران ارشد خودش پرسیده که آیا امکانی برای اقدام علیه سایت‌های هسته‌ای مهم ایران در هفته‌های آتی وجود دارد یا نه. این گزارش که شامگاه دوشنبه 26 آبان منتشر شده است میگوید که اما مشاوران ارشد آقای ترامپ او را از این تصمیم منصرف کردند. به نوشته نیویورک تایمز این همه این مشاوران از جمله مایک پنس، معاون رئیس جمهوری، مایک پومپئو وزیر امور خارجه و دیگر
وزارت دفاع و جنرال مارک میلی رئیس ستاد مشترک ایالات متحده هشدار دادند که حمله به نیروهای ایران میتواند به سادگی منجر به یک نبرد گسترده‌تر در هفته‌های پایانی ریاست جمهوری آقای ترامپ شود و جلسه دونالد ترامپ با مشاوران ارشد خودش یک روز پس از گزارش بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام شده که اعلام کردند ذخایر اورانیوم غنی شده ایران افزایش چشمگیری یافته است. و فاکس نیوز از ورود FBI به پرونده تقلب دموکرات‌ها در انتخاب آمریکا در انتخابات آمریکا خبر داده، برخلاف ادعای دموکرات‌ها که مدعی بودند تیم پرزیدنت ترامپ هیچ مدرکی برای اثبات تقلب ارائه نداده. این خبر نشان میده که مدارک و شواهدی به دست نهادهای امنیتی آمریکا رسیده که آنها را قانع کرده تحقیقات در مورد احتمال تقلب را آغاز کنند. گزارشی هم در همین زمینه از شبکه فاکس نیوز وجود داره که تغییر در لحن و گفتار کارشناسان و تحلیلگران حامی جو بایدن و تغییر عباراتی که در متن اخبار و گزارش‌های متمایل به بایدن از CNN و اسوسییتد پرس و رسانه‌های مشابه ایجاد شده بیانگر احتیاط اونهاست. یعنی این روزها کمتر از گذشته رئیس جمهور منتخبشون رو به رخ ما میکشن. But I do have some news to break here at this moment. I have now received word from a highly reliable source that the FBI does have an investigative team that is now looking into this election. Now, what that means beyond that, but at least it's confirmation that they are investigating and we'll see what moves. رئیس پیشین کمیته نظارت مجلس نمایندگان آمریکا که در انتخابات 2020 مسئول کمیته انتخابات جمهوری خواهان در ایالت یوتا بوده، در حال FBI گفته تحقیق روی سوء استفاده های بسیار عجیب و غریب در انتخابات که او معتقده تعداد زیادی از آرا دستکاری شدند. گفتنی است که پیش از این جنرال مایکل فلین درباره تقلب انتخاباتی در آمریکا به فاکس نیوز گفته بود سیستم دامینیون برای تغییر نتیجه انتخابات در ونزوئلا طراحی شده بود، سپس در بازار بین المللی برای دستکاری در انتخابات به فروش رفت، با پول ونزوئلا و کوبا تأمین مالی شد و چین هم در آن نقش داشته است. بنابراین اگر بخوایم درباره مداخله خارجی در انتخابات صحبت کنیم، الان این اتفاق روی داده است. او گفت مدارک آماری فراوان و شهادت افرادی رو داریم که به طور مستقیم در این کار دخالت داشتند. مقام‌های ایالت جورجیا در حین بازشماری آرا گفتند که تنها در یکی از شهرها با نام فلوید متوجه شدند بیش از 2600 رأی به نفع بایدن و به ضرر پرزیدنت ترامپ شمرده نشده است. اینها تنها گوشه‌ای از تقلب گسترده در انتخابات آمریکاست. خب خطاب به دوستانی که معمولاً برای من می‌نویسن در برنامه‌های من کامنت می‌ذارن که بانو پریسا هیچ مدارکی وجود نداره، این فیک نیوز. آقا جان مدارک وجود داره، فقط ما این مدارک رو برجسته می‌کنیم. خیلی از این مدارک و اسناد در رسانه‌هایی مثل CNN و ABC و فاکس نیوز شاید یک بار در 100 تا خبر پخش میشه، ولی ما اینها رو برای شما برجسته میکنیم که دیده بشن و قطعا فیک نیوز نیستن. دوستان خوبم، کنگره آمریکا به طور رسمی اعلام کرده به کمپین بایدن که بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا نیست. اینو برای همیشه آویزه گوشتون کنین.
رسانه هایی که مرتب این جمله رو به کار میگیرین که بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکاست، از جمله بی بی سی، از جمله وایس آف آمریکا. نه عزیزم، آقای بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا نیست و امروز هم به صورت کاملا رسمی کنگره آمریکا این موضوع رو گوش زد کرده که هنوز رئیس جمهور آمریکا مشخص نیست. رودی جولیانی وکیل پرزیدنت ترامپ در توییتی نوشت: سال هاست که ماشین های دموکرات ها در سراسر شهرهای آمریکا در حال تقلبند. همکنون پرزیدنت ترامپ در حال متوقف کردن این رویه است. تمام آرای قانونی باید شمرده شود. و استقرار جنگنده های F-16 آمریکا در امارات که ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا شامگاه دوشنبه از استقرار F-16 های نیروی هوایی این کشور در پایگاه الزفره امارات خبر داده که توضیحات بیشتری در این خصوص در دسترس نیست که اساساً چرا باید آمریکا در امارات پایگاه جنگی داشته باشه، چرا باید F-16 هاشو تا اونجا ببره. ولی خب نگرانی ها وجود داره. دوستان ما در باکو هم از نیروهایی که وابسته به اسرائیل بودن خبر دادن که اسرائیل در مرزهای آذربایجان پایگاه داره و این باعث نگرانی خیلی ها شده از اینکه جنگی در بگیره برای واژگون کردن این حکومت ملاها. یعنی در واقع به اونجا خواهد انجامید اگر اتفاقی بیفته، این ملاها که هرگز مقاومت نخواهند کرد، همشون فرار میکنن با این اندوخته هایی که دارن در کشورهای مختلف میرن و تغییر نام میدن، تغییر شهرت میدن و زندگی خودشون رو پیش میگیرن و اینجا مردم هستن که متضرر میشن. از این رو امیدوارم هرگز جنگی اتفاق نیفته. و بهانه های واهی دموکرات ها برای ممانعت از بازشماری آرا در CNN چنین گفتن که کمیسیون انتخابات ویسکانسین میگوید اگر کمیته انتخاباتی رئیس جمهور ترامپ خواهان بازشماری در این ایالت باشد، باید 7,900,000 دلار پرداخت کند. یعنی زورگویی دیگه از این بیشتر. این در حالی است که طبق قانون اساسی آمریکا بازشماری آرا با فاصله زیر 1% در صورت درخواست هر کدام از طرفین رقیب از جمله وظایف قانونی فرماندار ایالت ها می باشد و دموکرات ها فکر همه جا رو کرده بودند الا اینکه امکان داره دستشون رو بشه و تقلب های گسترده در آمریکا بر علیه آقای ترامپ این چنین افشا بشه. و وزیر خارجه عربستان هم گفته در صورتی که نتوان ایران را از ساخت تسلیحات اتمی منع کرد، ریاض حق مسلح شدن به تسهیلات اتمی رو برای خودش محفوظ میدانه. یعنی گفته که بستگی داره اگر ایران مسلح بشه به تجهیزات و تسلیحات اتمی، ما همین حق رو داریم که مسلح بشیم و از خودمون دفاع کنیم. و گفتگوی مایک پومپئو با مکرون در پاریس درباره فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران که ورود وزیر خارجه آمریکا بعد از این به استانبول اتفاق خواهد افتاد، بعد از این هم مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده قراره که به اسرائیل بیاد و در پاریس با ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه دیدار کرده. به گفته معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، رفتارهای بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی ایران و نفوذ بدخواهانه حزب الله در لبنان از محورهای این گفتگو بوده. معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا شامگاه دوشنبه 26 آبان با صدور بیانیه گفته وزیر خارجه پومپئو و رئیس جمهوری فرانسه در مورد تهدیدهای شاخص به امنیت جهانی از جمله تلاش‌ها برای مقابله با افراط‌گری‌ها، خشونت‌آمیزها،
رفتارهای بی‌ثبات کننده ایران و نفوذ بدخواهانه حزب الله در لبنان گفتگو کردند. و در حال حاضر هم مایک پومپئو دوشنبه شب وارد استانبول میشه، یعنی الان هم اکنون در استانبول حضور داره. آقای مایک پومپئو در توییتر خودش نوشته که درباره آزادی مذهبی در منطقه خاورمیانه گفتگو خواهد کرد. کشورهای چون گرجستان، اسرائیل، امارات، قطر، عربستان سعودی مقصدهایی هستند که مایک پومپئو خواهد رفت. بله، خیلی جالبه که در این یکی دو هفته آینده که سرنوشت آمریکا قرار مشخص بشه، مایک پومپئو به این سفرها ادامه میده و خیلی از کشورها رو داره ملاقات میکنه. و طرح آمریکا برای قرار دادن حوثی‌های وابسته به جمهوری اسلامی در یمن که در لیست گروه‌های تروریستی قرار اینها رو قرار بدن، که این هم کاری است که دونالد ترامپ داره انجام میده برای اینکه بتونه روی جمهوری اسلامی فشار بیشتری بیاره. خب میدونیم که بخشی از حوثی‌های یمن دارن از جمهوری اسلامی حمایت میشن و خب پولهای من و شماست که خرج اونها میشه و سلاح و اسلحه در اختیارشون میذارن که با عربستان بجنگن. و اعتصابات و اعتراضات در ایران که یادمون نمیره، آبان ماه رو فراموش نمی کنیم و نمی بخشیم جمهوری اسلامی رو. اعتصاب 27 آبان، بله، کارکنان نیروگاه رامین اهواز که تامین کننده برق نیمی از خوزستان در این منطقه است، اعتراض کردند به عدم دریافت حقوق و مزایا. یعنی جمهوری اسلامی حق کارگران ما رو، حق مردم این کشور ثروتمند رو نمیده و اینا رو میبره خرج یمن و سوریه و لبنان و غزه میکنه. چراغی که بر خانه رواست، بر مسجد حرام است. تجمع 27 آبان ما کارگران و کارمندان شاغل در آب و فاضلاب روستایی آفار در خوزستان مقابل ساختمان مرکزی این اداره که در اعتراض به محرومیت از حق امنیت شغلی و اقتصادی و عدم دریافت حقوق معوقه تجمع کردند. و توییت وزارت خارجه آمریکا با انتشار کلیپی از آبان خونین 98 نوشته: آبان خونین را از یاد نمیبریم، عدالت اجرا خواهد شد. و خب یک تصاویری هم از آبان ماه داره نشون میده که به یاد ایرانیان بیگناه که به دست جمهوری اسلامی کشته شدند، این امروز در توییت وزارت امور خارجه آمریکا دیده میشده. و فراموش نمی کنیم. بریم خزعبلات فراموش نشدنی وزیر بهداشت آخوندا نمکی رو با هم بشنویم که در این خزعبلاتش داره میگه که آقا از همه کشورها اومدن ببینن ما چی کار کردیم، اونا همین کار رو انجام بدن برای مبارزه با این اپیدمی کرونا. آخه یکی نیست به این بگه ملعون، هر روزی دارن 500 نفر از هموطنان ما قربانی ندانم کاری های شماها میشن که بیماری کرونا رو به ایران آوردین
و هموطنان ما در الان گرفتار یه هولوکاست ایرانی شدن، نیمی که به خاطر کرونا دارن جانشون رو از دست میدن، نیمی رو که خودتون میبرین و میکشین به خاطر اعتراضات و اعتصابات، نیمی دیگه هم که از فقر و بدبختی و بیچارگی دارن میمیره از گرسنگی. و واقعا قباحت تا کجا؟ در حد یک معجزه است. در آینده نزدیک یک دستاوردی برای جمهوری اسلامی اعلام خواهد شد که در عرصه بین المللی رتبه اول خواهد شد. اینو تردید ندارم، با لطف الهی. یعنی کاری که ما کردیم یک کار بسیار، اروپایی‌ها چند روز پیش تماس گرفتن ویدیو کنفرانس با ما داشته باشن، از تجربه ما استفاده کنن که شما چه کردید که این موج سهمگین رو در این گستره که به اندازه چند تا کشور اروپایی اینجوری جمع جور کردید. خب اینا همه لطف پروردگار بود. ما امروز در یک نقطه مطلوبیم. تنها نگرانی ما از تأثیر موج اول سفرهای بله. چقدر دروغ، یعنی فقط فرافکنی و دروغگویی یکی از، یعنی واقعا جزء اصلی این حکومت جمهوری اسلامی، اصلا نطفه اینها با دروغ بسته شده. و تجمع اعتراضی مربیان حق و تدریس سازمان آموزشی فنی حرفه‌ای جمهوری اسلامی مقابل مجلس در خیابان بهارستان. تجمع اعتراضی سهامداران غارت شده بورس در پنجمین روز متوالی به دلیل انفعال مدیران سازمان بورس که شوربختانه همه اینها مال باخته شدن امروز. بی شرف پول ما رو پس بده بقیش. و افزایش 50% قیمت لاستیک. سخنگوی انجمن تولید کنندگان لاستیک بر اساس توافقات به عمل آمده میان تولید کنندگان قیمت لاستیک 50% افزایش یافته. یعنی باور کردنی نیست، 50%. و قیمت‌های جدید از 28 آبان ماه اجرایی خواهند شد و یعنی از همین امروز دیگه اجرایی میشن. دو برابر راننده ها باید برن لاستیک بخرن. و تجمع غارت شدگان آیزیکو مقابل دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی در اعتراض به عدم دریافت 6000 خودروی پیش خرید شده پس از 2 سال، که 2 سال پول دادن ماشین بخرن هنوز ماشین گیرشون نیومده. جامعه تجمع حوالداران آرزوی جلوی دادگاه درامه اقتصادی امیدواریم این دفعه به نتیجه برسیم. بله دیگه، شکایت جمهوری اسلامی رو به جمهوری اسلامی کردن واقعا حماقت. تنها راه نجات گذر از این حکومت جعلی و ستمگر و اشغالگر جمهوری اسلامی است و ایرانیان باید به این نتیجه برسن. روزی که به این نتیجه برسید که دادخواهی شما هیچ فایده ای نداره، شما هیچ ارزشی برای جمهوری اسلامی ندارید، شما در اولویت این حکومت نیستید، بنابراین میرین و دودمان این حکومت رو به باد میدید، اون روزه که شما وقتی به این نتیجه رسیدید به دنبال آزادیتون خواهید رفت. و من ایمان دارم که قریب بیش از 60 میلیون مردم ایران امروز این نتیجه رو گرفتند و تصمیم گرفتند که از این حکومت گذر کنند. تنها راه نجات ایران عبور از جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی که برای ما قبر درست میکنه ولی برای ونزوئلا، برای حزب الله در لبنان و برای این حرامزادگان
میاد و آپارتمان های نوساز درست میکنه. چرا؟ چرا باید ما لایق قبر باشیم ولی اونها برن در آپارتمان ها زندگی کنن؟ سردار کبیری برادر یکی از کاندیداهای نمایندگی مجلس نظام از سهامداران شرکتیه که با وزیر سمت رضا رحمانی و رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان عباس تابش ساخت و پاخت کرده و پول هزاران نفر رو بالا کشیده. و ببینید که آخوندا چه بر سر مردم ما آوردند. محرومیت مردم روستای ابراهیم آباد در نزدیکی شهرستان گرگان که از آب آشامیدنی، آب مصرفی، گاز، جاده و غیره محرومند. اینجا روستای ابراهیم آباد دو کیلومتری شهرستان گرگان. ما چند سال که نزدیک 40-50 سال آب آشامیدنی نداریم، جاده رفت آمد نداریم، گاز نداریم، اینا که هیچ. اما الان نزدیک یک ماهه که همین آب غیر آشامیدنیمون هم قطع شده و اینجوری مردم تو این اوضاع کرونا بیرون میان و بچه ها، مردم، پیرزن، پیرمرد، واسه مصرف خونه، دام، همه چیزشون از همین یه تانکره که واسه آب آشامیدنیمون هست میبرن. و دانش آموزانی که برای درس خواندن سر به کوه گذاشتن، تصاویری که هر روز به دست ما میرسه که حکایت از این داره که برای گرفتن آنتن، برای شرکت در آموزش غیر حضوری و از راه اینترنت به سر کوه میرن. و این تصویری که میبینین دانش آموزان روستایی در گیلان هستند که برای دسترسی به اینترنت و استفاده از شبکه شاد در کنار جاده مجبور به درس خوندن شدند. این بار تصاویری از دانش آموزان زیادی که به سر کوه رفتن خبرساز شده تو شبکه های اجتماعی. دانش آموزان روستای اردغان از توابع دهستان که اونها هم به همین شکل، یعنی روستاهای زیادی هستند در ایران که از داشتن اینترنت محرومند. و فضای سایبری به کابوس علی خامنه‌ای تبدیل شده. 144 گردان سایبری رژیم در فضای سایبری در وحشت از شبکه‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند. خب در برنامه‌های با هم تعداد زیادی میان می‌نویسن، پارازیت می‌اندازن، خب زیاد می‌بینیم. و فرمانده سپاه محمد رسول الله روز سه‌شنبه 27 آبان در وحشت از شبکه‌های اجتماعی اعلام کرده که لشکر سایبری این سپاه متشکل از 144 گردان سایبری که مشغول کارهایی چون بصیرت افزایی. اصلا تا حالا اسمی شبیه این شنیده بودین، کلمه بصیرت افزایی؟ شما اصلا بصیرت دارین که بخواین افزایش بدین؟ و رفع ابهام آفرینی ها و دروغگویی ها در رسانه های معاندین در فضای سایبری است. بله، اینم وظیفه گردان سایبریشونه. و محمد رضا یزدی همچنین در تشدید هرچه بیشتر سرکوب گفته 5 مرکز امر به معروف و نهی از منکر در تمام سطوح و موضوعات از سوی سپاه تهران خبر داده و گفته که هدف از ایجاد چنین مراکزی فقط حجاب نخواهد بود. بله دیگه، بعدا فقط حجاب نیست، جلو دختر پسران رو میگیرن، میگن شما چیکاره هم دیگه هستید، سند ازدواج دارین نشون بدین، سند قباله ازدواج پدر مادرشون و کس و کارشون و مادر بزرگشون چند صد نسل عقبتر و جلوتر هم میگیرن برای اینکه خدای نکرده یه وقتی این خانم و آقا دوست دختر دوست پسر نباشن، یا تو ذهنشون دنبال شورشی و دنبال احقاق حقی و جای نباشن. وی در پایان اضافه کرده از ابتدای سال 99 در ارتباط با ایجاد امنیت در سطح شهر همکاری هایی داشته ایم. در هفته های آتی نیز با 2 هفته تعطیلی مواجه هستیم که با دوستان نیروی انتظامی همکاری خواهیم داشت. این 2 هفته رو جمهوری اسلامی به بهانه ویروس کووید 19 کشور رو تعطیل کرده از ترس اینکه مبادا خیزش مردمی رو در خیابان‌ها شاهد باشند. و اما به یاد جان باختگان آبان
این دل نوشته ها رو در وصف کشور عزیزمون ایران تقدیم میکنم به همه میهن پرستان راه آزادی که همکنون دارن برنامه ما رو نگاه میکنند. هوای کشورم همواره طوفانی، خلیج چینی، خزر غمگین و بارانی، شده جغرافیای ما پر از ماتم، ستم گسترده در هر خان ایرانی. سکوت ممتدی در هنجره خفته، کجا فریاد شود این بغض پنهانی؟ نه تغییری، نه آزادی، نه یک دادی، 40 ساله که در بندی مزندانی. ببین ملا چه آورد سر کشور، تمام نقشه شد خشک و بیابانی. خرافه چون خوره در مغز و اندیشه، وطن را جهل ما برده به ویرانی. چه ها گویم که خلقی خفته و خورده، فریب آیه های شیخ شیطانی. دقایق قبل از انفجار شدیدی در شمال بغداد خبر به ما رسیده که هنوز از دلایل و جزئیات این حادثه خبری در دست نداریم، ولی تا وقتی که جمهوری اسلامی در خاورمیانه وجود داره، حضور داره، این خاورمیانه روی آرامش، روی سعادت رو نخواهد دید. این یک واقعیته. و به نقل از شبکه OAN خبری که توجه منو جلب کرد دقایق پیش نسبت به اطلاعات کشف شده از سرورهای شرکتیه که هفته گذشته به نام سایتل، بله، این شرکت که خیلی اومده بودن نوشته بودن فیک نیوز، من این خبر رو گذاشته بودم و نه خیر فیک نیوز نیست، یکی از رسانه‌های آمریکایی به نام OAN این خبر رو منتشر کرده که گفته که توسط نیروهای ویژه آمریکا این شرکت سایتل توقیف شده، که نشان میده که پرزیدنت ترامپ با 410 رأی الکترال جلوتر از بایدنه و بایدن 128 رأی الکترال بیشتر نیاورده و پرزیدنت ترامپ به صورت لند سلاید پیروز انتخابات شده. در نهایت دلیل خاصی داره که مرتب در توییت‌هاشون هم پرزیدنت ترامپ، هم رودی جولیانی و هم دیگر اعضای کاخ سفید می‌نویسند آرای واقعی باید شمرده شوند. این جمله معنی داره دوستان. و بله، اینم صحبتی بود که یکی از رسانه‌های این خبر رو تایید کرده با این آرایی که درج شده بود، 410 رأی الکترال برای دونالد ترامپ. و ببینید که جمهوری اسلامی تا چه حد حقیر و خاره که منفور مردمه و دست و پا میزنه که چند روزی بیشتر به زور نیزه و اسلحه بر سر کار باشه. وضعیت امروز کرمانشاه که وحشت به جان خامنه‌ای حقیر افتاده، نه تنها کرمانشاه، از استان فارس شیراز خوب ما تصاویری اینگونه برای ما ارسال کردن که جای جای شهر رو نیروهای گارد ضد شورش ایستادند که مردم دچار ترس و وحشت بشن و به خیابون‌ها نیان و اصلا فکر خیزش نکنند. و تنها راه حلی که رژیم برای حل مشکلات خود می‌داند اعدام است. نماینده مجلس می‌گوید تعدادی حرامخوار رو که برای ملای عام عبرت بشه باید آویزان کنیم. چی آویزان کنین؟ مگر مرغ؟ مگر نمیدونم خوراکیه که آویزان کنید؟ مگه پشست که بکشید؟ ببینید اینها چقدر اینها وقیح هستن. این نماینده به نام ده مرده، مثلا بعد اسمشو بذاشتن دل مرده نه ده مرده، حالا نمیدونم فامیلیش ده مرده است، ده مرده است، نمیدونم. نماینده زابل این آقا
که در مجلس خامنه ای گفته با مفسدین، راندخاران و دیگران باید برخورد بشه و تعدادی از این حرامخاران رو باید به عبرت دیگران در ملأ عام آویزون کنیم. بله. و پروفسور آلن دور شویتز از برجسته ترین وکلای بلندپایه آمریکاست که میگوید شکایات ترامپ درست هستند و باید حمایت شوند. وکلا باید داوطلبانه کمک کنند به این پرونده و این صحبت ها رو در فاکس نیوز فکر میکنم مطرح میکنه. دوستان دقیقا داره ورق برمیگرده. روزهایی که من منتظرش بودم نزدیک، خب ما شرط بندی کردیم یادتون نره، و من هنوز معتقدم که اگر ترامپ برنده نشه، بایدن هم هرگز رئیس جمهور آمریکا نخواهد شد. Barment. There are tremendous pressures. Oh, let me come to the defense of the president's lawyers. I got an email this morning asking me to sign a petition calling for their disbarment. There are tremendous pressures on the lawyers to withdraw from the case. This is pure and simple McCarthyism. I experienced it when I defended the president on the floor of the Senate and people tried to attack me. Fortunately, I'm not part of a law firm. The only people I have to take advice from is my wife and family, not my partners in my law firm. But all Americans should stand behind the right of lawyers to go to the mat for their clients and use all ethical, proper, legal means to try to achieve their result. Their goal is very simple. They're not trying to get 270 for President Trump. They're trying to deny 270 to Vice President Biden in order to get the election thrown to the House of Representatives where they can win. Do I approve of that tactic? That's not the question. It's constitutionally permissible. And if it's constitutionally permissible, the lawyers have an absolute right, indeed a duty, to press for it. بنابراین قابل توجه اون دسته از مقرضان، اون دسته از رسانه های فیک نیوزی که من اسم اونا رو میذارم فیک نیوز، برای این که میان و میگن که آقا ترامپ بدون هیچ دلیل و مستندی، بدون هیچ دلائل قانع کننده ای اومده گفته که تقلب شده. نه خیر، ترامپ حتما دلائل قانع کننده داره و قطعا این رسانه ها هستند که به زودی زود رسوا خواهند شد، به خاطر اینکه بی‌طرف نبودند. بی‌طرف نبودند از همون اول با شرایطی که به وجود آوردن، بایدن رو رئیس جمهور منتخب آمریکا معرفی کردن که اساسا این کارشون غیر قانونی بود. و تصویری از قاضی مرگ حسن تردست که شده در شبکه‌های مجازی. بله، این آقا حسن تردسته که داریم می‌بینیم کنار خانم‌های خوشگل ایستاده. این آقا نفر اول در سمت چپه که قاتل ریحانه جباری و بهنود شجاعی و عامل اعدام بیش از 800 نفر از هموطنان عزیز ماست که طبق احکام اسلامی در یکی از دیسکوهای سرزمین کفار با لباس مبدل کت و کراوات این عکس گرفته شده. بله، با اذان که این جلوه بر محراب و منبر می کنند، چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند، که آخرین بار این آقا توی آلمان دیده شده و تمنا کردیم دوستان عزیزی که این شخص رو، این قاضی مرگ حسین تردست رو دارن میبینن، جایی حتما اطلاع بدن، حداقل به رسانه ها اطلاع بدن. ما رسوای عالمشون میکنیم. باید همه ما به گوش باشیم، به هوش باشیم. این جانیان، این فاسدان که پاشون از ایران میذارن بیرون، بتونیم وکیل بگیریم و خدمتشون رو حسابی برسیم. و یک ویدیوی دیگری دارم برای شما نازنینان، برای مبارزان راه آزادی، که با هم بریم ببینیم، قوت بدیم که ما هستیم پشت این عزیزان مبارز که در ایران جان خودشون رو به خطر میندازن، با این حکومت مبارزه میکنن و فرتورهای شاهزاده رضا پهلوی رو به در و دیوار میچسبونن.
بچه ها نمی ترسن، بچه ها وحشتی ندارن، چیزی برای باختن نداریم، چیزی برای از دست دادن نداریم. آبان گذشته حداقل دست کم 5000 جوان رشید ایران در خیابان ها پرپر شدند. این مادرانی که امروز شیون می کشن بر سر مزار این بچه ها که اونم ازشون دریغ میشه، که اونم جمهوری اسلامی نمیتواند ببیند، وحشت داره. ولی این وحشت نشانه اقتدار نیست، این وحشت از ترسه. پس ما قدرت داریم، ما با هم میتونیم از این حکومت عبور کنیم. نترسید دوستان، همیشه اینجوری نمیمونه. قطعا راه نجات مردم ایران هم باز خواهد شد و فقط باید با هم باشیم، کنار هم باشیم، از صداهای آزادی خواهانه بچه های ایران حمایت کنیم. نترسید دوستان عزیزم، 8 میلیون ایرانی که خارج از ایران هستید، تمنا دارم برنامه ها رو اشتراک گذاری کنید، نه برنامه های من منظورم این نیست که برنامه های من رو اشتراک بذارید. البته صد البته که اگه اشتراک بذارین خیلی میتونه کمک کنه در راه آزادی ایران، من یکی از شماها هستم. ولی هر جا میبینید ظلمی شده، هر جا خبری از ایران میشنوید، هر جا فیلمی به دستتون میرسه، لطف کنید پست کنید، اشتراک گذاری کنید، بذارین در شبکه های اجتماعی، در فیسبوک، در اینستاگرام، در مسنجر. نترسین که حالا من این پست رو گذاشتم یا اینو لایک کردم، فردا برای خانوادم دردسر میشه، مشکل میشه، فلان میشه، میخوام برگردم ایران نمیتونم. نه، فعالیت کنید، صدای مردم ایران باشید. و در نتیجه دوستان خوبم، در این قسمت از برنامه برای شما پیک سلامتی در نظر گرفتم که پیک سلامتی امروزمون در مورد سنگ کف پای. یادمه وقتی یکی پرو بود میگفتن رو که نیست، سنگ پای قزوینه، ولی نمیدونین که این سنگ پا چقدر برای کف پا مفیده. و این دکتری که در این رابطه صحبت میکنه خیلی جالبه، خواستم شما رو هم به اشتراک بذارم، بریم با هم این فواید سنگ کف پا مالی رو با هم ببینیم و حتما بعد از این کف پاهاتون رو در حمام با سنگ پا خواهید شست، اینو مطمئنم. ببینیم استاد، ممنون شم اگر امکان داشته باشه فواید سنگ پا کشیدن رو برای ما بیان بفرمایید. سنگ پا کشیدن یک سنت قدیمی پرفایده بوده که خواص بسیار زیادی داره، ما ازش غافل شدیم یا غافلمون کردن. مضراتش رو من بگم ابتدا، بعد بریم رو خواصش. مضرات سنگ پا اینه که کسی که بیماری پسوریازیس داره از سنگ پا استفاده نکنه، باعث تشدید این بیماری میشه. زیر نظر پزشک متخصص میتونه از ترکیبات کراتولیتیک برای نرم شدن لایه‌های کلفت شاخی کف پاش استفاده کنید. من یک کتابی رو سال 1395 به اسم ماساژ درمانی نوشتم، جامعه ترین دایره المعارف ماساژ درمانی، توی صفحه 345 به بعدش خواص ماساژ کف پا رو توضیح دادم. پس الان برای خواص سنگ پا باید توضیح بدم مجددا، اینا رو من قبلا گفتم، مجددا توضیح بدم که کف پاتون رو وقتی که شما ماساژ میدید چه خاصیتی داره. ماساژ کف پا آندروفین رو افزایش میده، شادی رو زیاد میکنه، سلامتی رو زیاد میکنه، روح و روانتون رو شاد میکنه، استرس رو کم میکنه و درد رو از بین میبره، اضطراب رو از بین میبره، بر میزان کورتیزول داخل خون هم تأثیر میذاره، درد اسکلتی رو کم میکنه، تهوع و استفراغ رو از بین میبره، فشار خون رو تعدیل میکنه. من یه پای عروسک رو آوردم، شما اگه یادتون باشه ماساژ کف پا گفتم زیر انگشت وسطی سومی اون قسمت گوشتالو، زیرش رو به صورت دورانی ماساژ می، فشار خون میاد پایین. من اینا رو در ماساژ درمانی ها رو گفتم، ولی الان دارم کف پا رو میگم. پس کف پا رو شما سنگ پا میکشی، فشار خونتون تنظیم میشه، غلظت خونتون تنظیم میشه. ماساژ کف پا درد مفصلی رو از بین میبره. پاشنه پاتون رو ماساژ بدین، کف وقتی شما 2 دقیقه 5 دقیقه در طول روز پای چپ پای راستتون رو ماساژ میدین، درد اسکلتتون کم میشه. ماساژ کف پا باعث میشه که بیخوابیتون هم از بین بره، شب خوابتون نمیبره. کف پاتون رو 2 دقیقه ماساژ بدید، یه قاشق
مربخوری اصلا میل کنید، مطمئن باشید که خواب عمیق شما رو فرا میگیره. کسایی که تصادف میکنن، کسایی که جراحی میکنن، عجایی پرت میشن تو نقاهت، هم برای تمام بخشی کف پاهاشون رو ماساژ بدید شما. کسایی که مشکلات یائسگی دارن، علائم یائسگی اذیتشون میکنه، یا دختر خانم ها سندروم پیش از قاعدگی دارن، کف پاشون رو ماساژ بدید، مخصوصا زیر انگشت چهارمی دو تا پا. من برای فشار خون گفتم فقط پای چپ، زیر انگشت سوم پای چپ، برای عرضم حضور شما سندروم پیش از قاعدگی میگم زیر انگشت چهارم پا رو به صورت دورانی ماساژ بدید، بگیرید ماساژ بدید، پای چپ پای راست. گفته بودم دو تا انگشت دست راستتون رو یک سانتی زیر ناف فشار بدید دو دقیقه، در قاعدگی کم میشه. برای سرطان کف پاتون رو ماساژ بدید، بهبودی پیدا میکنه، سرطان رو محدود میکنه. کسایی که شینی درمانی میکنن حتما یادتون باشه کف پاهاشون رو ماساژ بدید 5 دقیقه در طول روز، پای چپ پای راست. حداقل حالت تهوع، تنگی نفس از بین میره. برای ام اس خوبه. خانم های باردار تو 3 ماه دوره بارداریشون، تو 3 ماه آخر بارداریشون به دلیل تجمعات مایع در پاهاشون ادم پا میگیرن. کف پاهاشون رو 20 دقیقه ماساژ بدن، 4 تا 5 دقیقه چپ و راست ماساژ بدن، 2 تا 10 دقیقه چپ و راست ماساژ بدن. کسی میخواد درد زایمان نداشته باشه، کف پاشو ماساژ بده. ما در مورد کنترل درد گفتیم کف پا رو ماساژ بدیم. ما در مورد کنترل درد تو ماساژ درمانی فشار درمانی گفتیم که نقطه هگو رو ماساژ بدی، اتصال انگشت شست و اشاره، اینا رو توضیح دادیم. کسی که سنگ پا میکشه، من اینجا خواص ماساژ کف پا رو برای خواص سنگ پا کشیدن دارم توضیح میدم. کسی که سنگ پا میکشه قدرت جنسیش بیشتر از کسی که سنگ پا نمیکشه. کسی که ماساژ کف پا میده قدرت جنسیش بیشتر از کسی که ارزم حضور شما کف پاشو ماساژ نمیده. سردردهای سینوسی رو از بین میبره. شما میتونید انگشت سومی وسطی رو دو طرف فشار بدید. کسایی که سردرد تنشی دارن میتونن سردردهایی که از عقب به جلو میگیره مثل میگیره، میتونن بین انگشت سوم و چهارم و پنجم به صورت دورانی بالا و پایین رو ماساژ بدن. سردرد گیجگاهی کسی داره، شست پاشو دو طرف، دو تا انگشت شست پاشو بگیر دو طرف فشار بده ول کن، فشار بده ول کن. گیجگاهی سمت راست درد میگیره، انگشت شست پای چپتون رو ماساژ بدید، اینطوری بگیرید ماساژ بدید. گیجگاهی سمت چپ درد میکنه، انگشت شست پای راستتون رو بگیرید ماساژ بدید. بینی چپ بسته شده، انگشت ارزم حضور شما شست پای راست رو ماساژ بدید. بینی راست بسته شده، انگشت شست پای چپ رو ماساژ بدید. من اینا رو توضیح دادم ارزم حضور شما. برای درد ستون فقرات گفتم داخل پاتون رو ماساژ بدید. اینا همش خواص ماساژ کف پاست که برای سنگ پا کشیدن هم لحاظ میشه. اگر احیانا شما داخل پاهاتون رو ماساژ بدید، بلا فاصله ستون فقراتتون که درد میکنه نمیتونه راست بشه راست میشه. برای خستگی رو از بین ببری کف پاتون رو ماساژ بدی. استرس، افسردگی، کاهش درد بدن، حال کبد میخواد خوب بشه، سمزدایی بهتر بشه، کیسه صفرا حالش خوب بشه، اون قسمت گودی رو ماساژ بدی. گودی کف پا که شما سنگ پا میکشین، حال کبد هم خوب بشه، صورتتون اصلا روشن‌تر میشه. عرضم حضور شما که بین ارزم حضور شما بین دو تا پا، داخلی دو تا پا رو اگر شما میخواین برونشیت نداشته باشید، مشکلات تنفسی از بین بره، زیر شست پاتون رو ماساژ بده. پس اینجا هم که اگر سنگ پا میکشید، حال برونشیتتون خوب میشه، حال سیستم تنفسیتون خوب میشه، دیافراگمتون، شکمتون، لوزالمعده، قده فوق کلیه، قده ارزم حضور شما، غدد بدن، غدد درون ریز بدن، کف پاتون رو وسطش رو ماساژ بدید. عرضم حضور شما. حالا من همه فواید ماساژ کف پا رو قبلا گفتم، مختصری هم الان اینجا گفتم. پس شما میتونید سنگ پا که میکشید از این فواید استفاده کنید. کسی که مرض قند داره بره حموم، هفته دو بار کف پاشو سنگ پا بکشه. چرا؟ سنگ پا کشیدن موجب تنظیم قند و دفع مواد زائد بدن میشه. اگر کسی اختلالات عصبی داره، سردرد داره، کف پاشو سنگ پا بکشه، مالش بده کف پاشو. کسی که خونش غلیظه، برای اینکه حال کبد خوب بشه، کف پاشو میتونه ارزم حضور شما سنگ پا بکشه. خانوم ها اگر نگرانند
برای رشد بچه هاشون هفته دو بار بچه ها رو ببرن کف پاهاشون رو تو همون بشورن، کف پاهاشون رو ماساژ بدن و سنگ پا بکشن. وقتی کف پاهاشون رو سنگ پا میکشن قده هیپوفیز مغز تحریک میشه، هورمون سوماتروپین ترشح میکنه، قد بلندتر میشه. پس 15 دقیقه پای بچه ها رو تو آب گرم نمکدار نگه دارن و بعد پای بچه ها رو سنگ پا بکشن. اگه یه خانومی میخواد پاهاش خوشگل تر باشه، پای زیبایی داشته باشه، حتما از سنگ پا استفاده کنه. این مختصری از خواص بیشمار سنگ پا بود که من همه رو جمع کردم و کوتاه عرض کردم. بله دوستان خوبم، سپاسگزارم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. با ما بمانید، ساعتی با کامران و پریسا برمیگردیم، با شما عزیزان خواهیم بود. بعد دوستانی که دیروز با ما بودن لازمه یادآوری کنم که تو اون کاری که مشارکت کردیم و این برنامه رو انجام دادیم، یه کار مشارکتی دیروز انجام دادیم، حتما با ما بمونید. من و کامران عزیز برمیگردیم، در این رابطه صحبت خواهیم کرد و یه گفتگوی صمیمی خودمونی دوستانه با شما خواهیم داشت. تلفن ها هم بازه، تلفن واتساپ هم 2072-5020-21-813 پاسخگو خواهیم بود. دوستتون داریم، ممنون که بابایید. برمیگردیم. شمس و مه و پروانه مکدر شدن، گلهای وطن یک سر پر